یه قانونی توی هنر و بازیگری داریم به اسم قانون جذابیت پارسا پیروزفر که هیچ وقت تموم نمیشه، فقط از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. توی این ویدیو امروز با ما همراه باشید راجع به جذابیت پارسا پیروزفر و این قوقا و جنجالی که دیروز رو انداخته توی اکران مردمی فیلم آتابای نیکی کریمی چی بوده؟ با هم دیگه کامنت ها و توییت ها و استوری های جذاب مردم درباره این حضور رو هم براتون میگم و میخونم. حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتون هم نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید که یه وقت خدایی نکرده ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. سلام دوستان، به کانال خودتون کانال زرد تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. خب رفقا، دیروز پارسا پیروزفر یه حضوری توی اکران مردمی فیلم آتابای نیکی کریمی داشت و بعد از مدت‌ها که خبری کلاً ازش نبود و هیچ عکس و فیلمی ازش منتشر نشده بود، یهو اینجوری با این تیپ و ظاهر جذاب ظاهر شدش که نشون بده توی 50 سالگی هم یه ایرانی میتونه جذاب باشه، اونم با ساده ترین لباس و ظاهر. و فقط قرار نیستش که ما دیوید بکام رو ببینیم که هرچی میپوشه بهش میاد، پارسا پیروزفر خودمون خیلی خفنتر از اونم هست. ملت هم دیروز شروع کردن با عکسای پارسا پیروزفر یه سری توییت و استوری بامزه رو منتشر کردن که بریم با هم بعضی از این استوری ها و توییت ها رو با حالاشو با هم ببینیم. جوری که ما پیر میشیم، جوری که پارسا پیروزفر پیر میشه. خانم ها، میدونستید نگاه کردن به پارسا پیروزفر باعث خرابی و پیری پوست می؟ زیبایی و جذابیت پارسا پیروزفر تابع قانون پایستگی انرژیه، یعنی از بین نمیره، فقط از شکلش عوض میشه. اعتراف کنم مردا خیلی باحال‌تر از ما حسادت میکنن. تایملاین پر شده از عکسای پارسا پیروزفر با قش و ضعف دخترها و حسادت پسرها. خانمای زیادی از دیروز در واکنش به عکس پارسا پیروزفر گفتن این آدم نیست و فلان و بسار. لطفاً همین پایین یک عکس از مرد جذاب مورد نظرتون منشن کنید ببینیم جذاب از دید شما چه شکلیه. یکی از شگفتی های ابرکراش دوران اینه که بزرگوار در هیچ مرحله رشدی زشت نبوده، حتی دوره نوجوانی. ملت ما تو چیزهای کمی اتفاق نظر دارن، یکیش همین پارسا پیروزفره. با اینکه سرم خیلی درد میکنه ولی ایشالله همیشه تایملاین پر از پارسا پیروزفر باشه، خدا زیادش کنه. شما پارسا پیروزفر رو با این تیپ و قیافه خفن تحسین میکنید. من حتی تو مهمون مامان هم ازش خوشم میومد. از 8 سالگی شروع کردم با فیلم دختران انتظار. خب رفقا، این بود ماجرا. نظر شما راجع به پارسا پیروزفر چیه؟ به نظرتون هنوزم توی 50 سالگی جذابیت قبل رو داره یا نه؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتون هم نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بکوبید. این ویدیو رو هم حتما لایک کنید. الانم روی صفحه 2 تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد داده شده که میتونید در ادامه اونا رو هم تماشا بکنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.